Mi bucurii, voi tu me puscande. Bodumo, ti روزیم توی کمدم یه بادومه. آخرین باری که احمد اومده بود پیش من یه سری بادوم و اینجور چیزام برای من آورده بود. دیدم داره زیاد بوی خوبی نمیده، کهنگیه. آب ریختم، پوستاشو کندم، اونقدر خوشمزه شد. بعدش من باید بدم. خب، های به هایتون، بزنین چیزم بذارم آبی. به به، یاد هر وقت میخوام به سحر پیام بدم یاد مونا میافتم، لایوی که از من صبحانه اداشو در آورده. نمیدونم دیگه. خب بچه ها، این لباس از اصلا فکر نمیگم انقدر لطیف و خوشگل و خوب باشه. چه خوب ندادم بره، مال سیماست. تو وسایل لباس های سیما انقدر لطیفه، فقط خیلی دراز بود، خیلی بلند. فکر کنم از اوناست که مثلا آدمای قد با پاشنه انقدری میپوشن. منم دیدم هی دارم گیر میکنم، الان میافتم زمین. اومدم دو تا گیره لباس، یه دونه اینجوری زدم بالا اومد، یه دونه گیره زدم اومد، یه دیزاین برای خودش شد دیگه. بخور، خیلی ذوق کردی. آره، به من میگه خراب، ما خراباتی هستیم، خراباتی. بگیر. اتفاقا در این رابطه هم باید یه استوری درست کنم. من خرابه، خرابتم، ای خراباتی. انسان که خیلی به درجه بالای عرفان میرسه خراب میشه و میشه خراباتی. اینم الان خیلی شله. یا اینکه دوباره من صبح دوش گرفتم، کرم زدم به صورتم، بعد از این کرمایی که دونه ای، انقدر کرم که نه، این روغن چیه اینجوری دو دونه ای، اینجور قطره ماننده. چتوش آومی اصلا شری برای من فرستاده بود، یه بارم فرشته رخشانی به من داده بود، آخرین بقایاش تموم شد رفت و همینطور میزدم به صورتم دیگه. البته البته، الان میخواین حتما بپرسید که شاش درمانی هم کردی؟ بله، صبح که رفتم دوش یه لیوان خوب اینجوری شاش ریختم رو سرم و رو صورتم و رو بدنم و ماساژ پاساژ، بعدش دیگه دوش گرفتم. تو هم خیلی فکر میکنم که بچه، یادتونه من هر وقت از همون میمدم قرمز بود، بعدش هم من همیشه از دوش میمدم بیرون کلی مو باید جمع میکردم. الان مدتیه نمیتونم، نه مو میریزه نه قرمزه، نمیدونم از چیه، از چیه. وگه اگه از اثرات شاش، ما از شاش ممنونیم. خلاصه بیایم الان یه زنجبیل بخوریم، برای اینکه امروز هم حسابی تو گروه به صاحب این زنجبیل ما پریدیم، کسی که این زنجبیل رو برای ما فرستاده بود و حساب. این عینکه زیادی دیگه داره ادا در میاره، هی میاد پایین. عینک دیگه زیاد داریم، ما دیگه عینک زیاد داریم. ویت 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 اینم دیروز دادم درست کردم. ما دیگه عینک زیاد داریم، کدومش رو بیاریم که باش بتونیم.
نمسی بگیر آخر. حالا مثلا لایو خب خبرها زیاده. بعد از ظهر میخواییم بریم بعد از ظهر دعوت شدیم خونه عفت. عفت خیلی دوست داشت که مدت ها بود که به فوزیه میگفت فوزیه بیا برای من تخم مرغ بشکن. فوزیه هم اول میگفت بابا این مریض مریضیش با اون نمیدونم تخم مرغ براش کارساز نیست که، با تخم مرغ برای یه چیزایی دیگه نمیدونم. حالا خودشون گفت من نمیرم. بعدش هم یه مسئله هم با گفتم بابا بیا برو تخم مرغ تا بشکن بزنیم خوش باشه راحت باشه. خلاصه با قرقر و فلان و اینا فوزیه گفتم یه بار خواست بریم عفت نبود. عفت گفت نمیشه روغی نیستش روغی. بالاخره به ما وقت دادن که ما امروز بریم ساعت 5. فوزیه هم عصبانی شده و میگه من باید وقت میدادم اونا وقت دادن، ولی حالا به خاطر تو میرم. ما هم شدیم دستیار. بعد گفته فیلم نمیخوام بگیری یا گفتم حالا تو بیا بعدش بریم اونجا برای عفت و روغی که اصلا نمیذاره فیلم بگیریم اون هیچ. ولی تفریح منم برگشتم این وسط بودم نمیشه که ما بیایم اونجا همینطوری فقط برای شما، حداقل برای ما نهار درست کنیم. گفتن که تشریف بیارید ما میخواییم بریم اونجا دستپخت روغی و عفت و اینا رو بخوریم. فوزی هم تخمه بشکنه اونجا منم مدیریت کنم. حالا میدونم خیلی هاتو میگیم مگه زیبا خرافات قبول نداره. خرافاته، ولی هر چیزی که بهتون تفریح بود براتون تفریح داشت انجامش بدید. اگه ازتون کسی پول نگرفت و بعدش هم بهتون خنده شادی غذا نمیدونم دور همی بود، خب برید اونجا. شما فکر میکنید من مثلا حزب اسپده نمیدونم چی فعلا من اینا رو قبول دارم؟ نه بابا، من میرم یا مثلا مسافرت برلین که رفتم که حالا اونجا با کوین آشنا شدم برای نمیدونم مبارزه سیاسی بود. اصلا رفتیم بخوریم آدم ها رو آشنا بشیم بگردیم هتل بریم بخندیم از این چیزا بود دیگه. حالا اگر شما یه کسی میخواد فال ببینه اما یا مثلا دو نویسی بکنه پول نگیره حسابی هم به ما تفریح بده بیا دعاهاشو بنویسه، خب من موافقم در این رابطه موافقم. و حالا این الان نخورم دیگه بعدش بخورم آخر سر بخورم. فعلا بادوم بخوریم خیلی بادوم خوبه. بعد پماد سینک بزن. نه من به کسی دیگه گفتی چه ست قشنگی زدی. مرسی مگه اون گردن بنده در می اومد؟ نمیتونستم گردن بنده دیگه راحت در میان. گردن بنده اون گردن بنده طلا باید همیشه نندازمش. زندگیش خلاصه شده با شکم و غذا و خب زیر شکم هم بگو دیگه. شکم زیر شکم خوبه، شکم بالاتنه بالاتنه پایینتنه. خب دیگه انسان همه چیزه شد دیگه چی بمونه؟ بالاتنه و پایینتنه. او مالک هرداسم گاشتر جراخ. بله ما بریم اونجا بشینیم برای خانم روزش رو گوش بدیم و فلان کنیم بعد غذا نخوریم یا یه پذیرایی از ما نشه. نمیشه که
آخه شما فکر کنین این همه آدم ها که میرن نمیدونم مکه برای خدا دارن میرن؟ نه، برای تفریح دارن میرن، منتها جای دیگه نمیشناسن. طرف میگه من واجبه باید برم دیگه. ازش بپرسی که پیغمبر چیکاره بود، چجوریه، مکه برای چیه، کعبه چیه، میگه نه چی نمیدونم چیه. بچه ها بوخفایتن امروز میخوام بخورم، نمیدونم گندمه، البته سرده ولی خوب اشکال نداره. اینم از دیروز مونده. بوخبایتن نمیدونم چی میگن، گندم سیاه میگن چی میگن. اینم از اون آخرین بقایای چیزایی بود که احمد آورده بود. کربلا، ببین اگه کربلا، اتفاقا فکر میکنی خیلی ها که کربلا میرن به خاطر امام حسینه، نه به خاطر قضا و تفریه. ببین چی اونجا نمیرم، اونجا ناله است. اگه یه موزیک خوب، من به بابام یه بار گفتم تو که میخوای قضا بدی برای مثلا مناسبت های نمیدونم عاشورا تاسو، خب چرا همه جا رو سیاه میکنیم، مردم بیان کلی سینه بزنن، نمیدونم تو سرشون بزنن، کلی گریه زاری کنم بعد غذا بخورم. چرا این نمیای یه موزیک خوشگل خوب بذاری، همه با هم برقصن بخندن، بعد اون موقع شما هم غذا رو بده. یه همچین جایی میخوام، نمیخوام برم اونجا که تو سر من بزنم گریه، گرما، فلان، آخه آیا نمیخوام، نمیخوام اون. وگرنه قضاش خوبه، برای همین یه مدتی برای من قضای از مسجد اینا میابردن، میگفتم قضاهاش خوبه، قضاهاشو برام بیارید، ولی اینکه من برم اونجا اون بشینم خفه بشم فلان و بعد کلی، بعد مردا و زنا جدا، برای چی آخه؟ مرد و زن هم باید با هم باشن دیگه، مثل بهش. بچه این دیگه میبینی یه نوع گندومه، میتونی خیس کنی همینطوری بخوری، ولی من یه تفته تقریبا یه ده دقیقه هم گذاشتم جوشید. اصلا خوشمزه نیست و، ولی آدم دوست داره بخوره. مقویه دیگه. آخرت تو جهنمه، جهنمم، باور کنی جهنمم خوبه، اصلا نترسید. مردم واسه تفریح پیاده تو گرما میرن کربلا. اگه برنامه الان پریسا و آندره با من حرف زدن، اینا یه ماشین از دوستشون گرفتن، قرض گرفتن، بلند شدن رفتن تو جمع و این تفریح، کنار دریا شنا، رقص، فستیوال، خوردن، همه چی، همه با هم، این کجا و شما بشینی اونجا هی بزنی تو سر تو تا یه دونه غذای قیمه فلان، معلوم هم نیست تو قیمه کی چجوری چجوری درست شده. بگه اتفاقا الان تو جهنم هستی. آه، کربلا رفتن لیاقت میخواد، باید طلبیده بشی. ما ممنونیم که ما رو نطلبن، تو هم منتظر باش به طلبنی.
خب بادوم برای لاغری خوبه. آره خلاصه اگه یه همچین برنامه هایی باشه که توش ترفیح و لذت و خنده و خوردن و آشنایی و اینا باشه، خب خوبه دیگه. میریم امروز، میریم اونجا. بعد من عفت رو خیلی دوست دارم، وقتی با عفت حرف میزنم خیلی یه انرژی دیگه میگیرم. خب اینم از این. بیام در مورد عروسک صحبت کنیم که نرف سوال کرد. عروسک چقدر سحر ناراحت بود از اینکه عروسک رفته. اولین کسایی که دوست دارم بدونن نانسی چه صحبت هایی کرده، برن توی کانال، تو کانال قشنگ میتونن کرکو آه اینجاست. و برم تو کانال ببینن که نانسی چه صحبت هایی کرده. نانسی گفته که خب کوین پسر خوبیه ولی خیلی برخورداش بچگانه است و حالا من که میگم یه احساسایی از این چیز گرفته، از این عروسک، و عروسک هم از من گرفته دیگه، یه چیزایی از من گرفته، یه حالتهایی که نمیتونه هضم کنه. خلاصه هی دیگه با عصبیت خودشو اینجوری بروز میده. و کسایی که میخوان پیامای نانسی رو بشنون، برن توی کانال بزنن نانسی میاد. خب و اما من با خودم فکر کردم، دیدم که بابا این هر روز داره میاد میگه بیار بده این عروسکشو ببر بده به نانسی، عروسکشو ببر بده به نانسی، نمیدونم لباساشو ببر بده نانسی، تو نمیدونم اینو دزدیدی، تو چی از این حرفا. ما گفتیم که یا میای خودت، خیلی برات مهمه، بیا خودت بگیر ببر دیگه. لباسام که دوتاشو داده بودم به الف، یکشو انداخته دادیم به سکند هند برای فروش صلیب سرخ، یکی هم مواد غذایی هم که داده بود که خوردیم، که آخریش همون کیکی بود که من با بهنام خوردم. من به این نتیجه رسیدم که بهتره برم در واقع نمیزنم ببین با این پنیر معمولا این رو نمیخورن ها، بزنم پول یه ذره صبر کنید، نمیذارم رو این آیتو برو اینجا. به این نتیجه رسیدم که ببرم بدم به صلیب سرخ، با چند تا لباس هم داشتم، حل بشه دیگه. هی هر روز میخواد بیاد بگه این عروسک و فلان و فلان. یه سری هم هی فکر میکنن این بدیومه، یه سری هم فکر میکنن این خوشیومه. من به این چیزا اعتقادی ندارم، یعنی اعتقاد اصلا میگم هست یا نیست برای من فرق نمیکنه. یه چیزی که بده خب بیاد باشه، اونم بیاد ما ببینیمش. تو این جهان تضاده، هم خوب هم بد. ما نمیتونیم بگیم فقط خوب رو به سمت خودمون جذب کنیم، ما باید بتونیم بد رو هم کانورت کنیم. اصلا بدی وجود نداره. تمام اون چیزهایی که ما فکر میکنیم بده در این جهان لازمه. حشراتی که ما میکشیمشون نباشن ما زنده نیستیم. شیطان
نمیدونم انرژی منفی فلا، مثبت و منفی باید با هم باشه تا این عضله حرکت کنه. مثبت و منفی باید با هم باشه. یه استوری داشتم که نوشته بودم، گفته بودم. هیچ وقت فکر کردی چرا خدا شیطان رو نکش؟ چون لازم و ملزوم همه. لازم و ملزوم همه. مثبت بدون منفی اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. اینقدر از جن و پری و شیطان و نمیدونم جادو و اینا نترسید. جادو میخواد چیکار کنه؟ تو رو از شوهرت جدا کنه؟ خب بگو بیا بیا برو، من خودم جدا میشه. ما کجا به کی وصلیم آخه؟ این محدود نگری ماست. اینقدر فکر میکنیم که باید نیروهای منفی رو دفع کنیم. نه بابا، نیروی منفی هم جزی از ماست. شما فکر میکنی شاش بده، در حالی که شاش یه روز شاش بند بشی میگی قربونت برم شاش. همین گوهی که شما فکر میکنه اینقدر بده میره تبدیل میشه به همون غذایی که ما داریم، غذایی که میخوریم. همین غذایی که من الان میخورم میگم به به، دو ساعت دیگه میشه اه اه. پس اصلا وجود دارن هر دوتاشون. هر دوتاشو دوست داشته باشیم، هر دوتاشون به نفع ما میشن. برای همین من بگم مبارم خرافات و اعتقاد ندارم، با من اصلا کیم که اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم، بگم من به چشم بد اعتقاد ندارم، چون وجود داره، همه چی وجود داره دیگه. چگونگی برخورد ما با اینا مهمه. مثلا من الان مثل که بگم خدا وجود نداره، بابا من میگم وجود داره یا نداره، من بهش نیاز ندارم. شما نیاز دارید برید خونش، برید باش باشید، من نیاز ندارم. اگه میخواد، اگه اون به من نیاز داره بیاد پیش من، 100% با هم دوست بشیم، به هم دیگه کمک خواهیم کرد، برای هم دیگه خوب خواهیم کرد. شیطان هم همینطور. بعد یه چیزی تو زندگی واقعی من نقش داشته باشه. نم با دو ماست. حالا هی بیایید مبارزه بکنید با خرافات. مبارزه نکنید. فقط طرف میخواد بیا دعا بنویسی، بنویس. ولی بساط را ننداز که برای پول در آوردن خودت طرف بنویس، دعا بنویس. من مامان من اولین بار گفتش که نمیدونم بیا برو نمیدونم شاشتو بریز رو سرت، تمام نمیدونم جادوهایی که تو را کردن چی میشه؟ میره جادوش، بی اثر میشه. ولی شاشه دیگه، بریزیم دیگه، مامانم خوشحال بشه. دنبالش افتادن، زندگیتون رو براش گذاشتن،
و فکر کنید که خودیت خودتون رو فقط در این چیزا دیدن غلطه. دو نویسا الان بیشتر از دکترا مشتری دارن. یعنی چی؟ خب یعنی اینکه تونستن از جهالت شما استفاده کنن. رفتیه که وقت دخترت باز شه، رفتی نمیدم شوهرت برگرده، بخته رفتی نمیدم چکت فلان بشه، رفتی بیماریت فلان بشه. و به عنوان تفریح همون میرالی که الان همه میرن فامیل ما بوده، هیچ وقت من بهش پول ندادم. اومد برای من رمل انداخت، یه چیزایی هم گفت جالبم بود، ولی به عنوان اینکه میخواستم مثلا میخواست من گفت بیا من برای تو بنداز، گفتم بنداز. پول اگه از من میخواست من نمیدادم، دنبالش هم نمیرفتم. فلان فالگیر، الان چقدر زن فالگیر هست؟ فال قهوه، فال نمیدونم فال چی، کارت فلان، بساطه دیگه، همه اینا بساطه، بساطه. بیام دو تا پیام بخونم ببینم درباره فساد شده، چون مردم پول ندارن. بساط این جهالت ها همیشه هست، مردم برن پول بدن، اون طرف هم میبینه که بابا این آدم همیشه یه انجزه من جزه چی 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 خوند، اونم بهش پول داد، دفعه دیگه میگه برو، دفعه دیگه اینجوری بیا، دفعه دیگه بیا. اینجا هم هستن ها، اینجا انقدر زیادن. یه نونم مونده ولی دارم سیر میشم. چی خوردم؟ آها اصفر تو سیرم کردی ها؟ آها حاضر میاد که رفتی بساطه. آفرین سارا خیلی خوبیه. بساط نیست چیه؟ منم فکر میکردم میرم الان خدا رو پیدا کنم، بعدا رفتم دیدم بابا جان 6 ماه حوزه علمیه رفتم، انجزم انجزم جزم زربو 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 زربو، اونقدر به ما امتحانای عربی سخت زربو 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 زربو. برم بابا چی؟ چاره چه کاره چی؟ کجاست؟ من دیدنشون جالب بودا، برم توشون آدم ها رو ببینم، روابطشون رو بشناسم، بعد فهمیدم که آفرین بساطه. بعد میشی حجت الاسلام، ثقت الاسلام، پسترم پستا، هستره پسترم، آخرم میشی آیت الله، بعدم میشی نمیدونم امام. خب که چی؟ ما باید بریم از اون تقلید کنیم؟ منم یه زمانی همین اعتقاداتو داشتم دیگه، رفتم دنبالش تا فهمیدم که بابا اینا هم بساطه. چرا الان بیدینم؟ برای چی؟ من برم از کی تقلید کنم؟ از چجوری طهارت بگیرم؟ آن طهارت نمیگیرم الان. یه زمانی آه نمیدونم رکه دیدم، نمازم فلانه بهمان، اصلا الان نماز نمیخونم. که حالا لکه هم دیدی ندیدی دیگه بی نیازم دیگه از اینا. برای من اون موقع یه مرحله بود، فکر میکردم واقعا باید برم منو به مراحل بالایی میرسونه. نه فهمیدم که همون مکتش هم رفتم، همون مکتش رفتم
گفتم خودتو میخوام ببینم، خودتو میخوام ببینم. بعدا دیدم هیچ جوابی نشنیدم. اینقدر این حرم امام رضا میرفتم، السلام علیکم السلام علیکم، و یه بارم گفتم اینقدر از سلام کردم، یه بارم تو سلام کن ببینیم چیه. اینقدر من سلام کردم، یه بارم تو سلام کن. همش جاده یه طرفه، از اونجا اومدم بیرون. اصلا کلا همه اینا از دین و این چیز هم رفتم دیگه، سوری هم رفتم قبر زینب رو ببینم. بابا زینب، زینب کیه؟ زینب خودتی. آب در کوزه و ما تشنه لبان دور جهان میگردی. همش بعدم میبینی که وقتی بفهمی بساطه. آهان همون که رفتی آلمان جاده دو طرفش. آفره، سوال خیلی. جاده از یه طرف این دو طرفه شد. چرا؟ تا حالا همش ما برای خدا کار میکردیم، برای دین، برای پدر، مادر، همش یه طرفه. خلق، فداکاری. یعنی گفتم خب حالا دیگه نوبت خودمونه دیگه، یه جاده این وری هم برگرده دیگه، ببینم خودم چی هستم. بذار ببینم از من چی در میاد، چی میخوام بکنم، چی دوست دارم انجام بدم. دو طرفه شد. در از ترانه بگم، خانم ترانه مدعیه که البته من فکر میکنم که راست میگه، ولی خب چوپان دروغگو از بس دروغ گفت، وقتی هم که یه موقع راست گفت کسی باورش نکرد. من فکر میکنم که الان راست میگه که آلمانه، اما یه عکس گرفته، دو تا عکس فرستاده برای من که دلم برای تو پرپر میزنه و پسرم نمیذاره، پسرشو نمیدونم عروسشو. بابا تو طلاق گرفتی از شوهرت که آزاد باشی، حالا گیر پسرت افتادی. بیفت دیگه، بیفت. من که دلم برای تو پرپر نمیذاره. من ولی بهش دیشب گفتم بلیط برات میگیرم مستقیم، بری مرکز شهر، دیگه یه آدم بی سوادم باشه بگه که سنترال سنترال سنترال، دیگه ما بگیم اصلا دیگه زبان بلد نیستی دیگه فعلا، برو همین الان بگه سنترال سنترال سنترال، همه میبرنید. بعد انقدر آدم اونجا ایرانی هست، انقدر اونجا افغان هست، بهانه نیار. بهش گفتم با سنترال من برات بلیط بگیرم، از اونجا سوارشو اینجا من بگیرمت. خب ببینیم اگه واقعا راست میگه که نه پسرش زندانیش کرده. خب برده بود زندان با. ببین تا برده خودش نخواد اون یکی نا زندانیش نمیتونه بکنه. از نمیدونم یه خانمی بود اسمش هم یادم رفته، نمیدونم پرستاری بود که در زمانهای چند صد سال پیش میخواست به نفی بردهداری کمک بکنه و آزاد کنه این برده هایی که سیاه پوستان آزاد کنن. بهش گفتن که این همه تو سیاه پوستا رو آزاد کردی و برده ها رو آزاد کردی، سخت‌ترین قسمت کارت کجا بود؟ گفت سخت‌ترین قسمت کار اونجایی بود که این برده ها نمیخواستن آزاد بشن، به زندگیشون عادت کرده بودن.
طرف میرفت میگفت حالا ترانه شلاقه یادت نره، بگی برو پیش پسره بگو علی رضا جانم به قبرنه قربانت علی رضا، ای قربونه که قد و بلات بشم علی رضا، این شلاقه شلاقه رو یادت نره بزن، اون قفله رو که داری میبندی در رو که منو ببندی نرم بیرون یادت نره دو قفلش کن، ای قربونه قد و بلات من برم ای پسر نگاه کن نگاه کن اخ فدات بشم قربونت بشم. پسر 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 قند تلا بند تلا زند تلا دودل تلا مدل تلا قربونت برم. یادتون نره اون خانم پرستاره کسی که دست برداره داشت آزاد میکرد گفت قصف در این قسمت اون قسمت بود که بردار نمیخواستن آزاد بشن، ما بهش موقع بگفتیم آزادی وجود داره مثل پرنده ای که پرواز یاد نگرفته، شما اینو تو قفس نگذاره وقتی میگه بیا، یه پرنده بود من با قاشق میزدم اینجوری میگفتم که برو چیز کن بپر نمیپرید درم باز بود. درم باز بود باید اصلا بفهم آزادی یعنی چی. این دختر از شوهر زود شوهرش دادن خانم ترانه، بعدم سریع هم یه بچه اومده، به خاطر بچه هم یه عمر تو مغزش کردن تحمل کن تحمل کن، من فکر کنم حالا اصلا این بحث فرعیه، تو اونجا هستی نیستی، البته میگم چوپان دروغو وقتی هم واقعا دیگه گوسفنداش اومدن گرگ اومد ببره دیگه چیز بود دیگه کسی باور نمیکن، حالا من فکر میکنم واقعا الان گرگ اومده گوسفنداشو ببره، یعنی فکر میکنم واقعا مونیخه، اما یعنی واقعا انقدر تو چیز باشی که عکس پروفایلت هم برداری انقدر زیبا ناوک چیزه برای پسرت یه تویفل چیه شیطان یا یک چیزه نزدیک، الان چون مونیخ بالاخره چند ساعت فاصله است به نزدیکتر از ایرانه دیگه، نزدیکتر از تهران، پسره شاید احساس ناامنی کرده قفلا رو داره زیاد میکنه، شما تا حالا دیدید که من به شما بگم که شما گفتید گدایی گدایی من بگم نیستم گودم همونی که شما میگید من ده برابرش صد برابرش، شما فکر کردید که الان دو تا پیام دادید مثل اینایی که تازه سراغ من میان دو تا پیام میدم وای درباره ما قضاوت شد وای دو تا کامنت نمیشتم به دست و پا میفتم شب نمیتونم بخوابم میخواستم نخورم نه بخور بخور هر وقت اشتهات هم بخور اصلا بهش فکر نکن.
که مخصوصا دیدن من نیست، خب منو ببینه ترانه میخواد چیکار کنه، شاید منو ببینه دوتا هم خوش بخوره، بس من نیستم، بس خودشه و اختیار خودش، تصمیم گیری خودش. این آدم همونطور که گفتم سری شوهر، بعد بچه، بعد یه مدت طول کشیده تا از شوهر جدا بشه، حالا طلاق بعدی از پسرشه. حالا من از پسرم طلاق بگیرم؟ اون بوخ بخش من بعدش قربونه کی بشم؟ آخ من باید قربون بشم حتما، حتما باید قربون بشید دیگه، قربون بشید. خب بیام حالا این پنجره رو خوردیم، زنجبیل رو بخوریم. که در مورد سپهر هم بگم، امروز سعیده و سپهر از من نظرخواهی کردن درباره این که سعیده سپه میخواست پفک میخواست، اینم گفت پفک ضرر داره. گفتم ما چیکار کنیم؟ گفتم این سپه اولا خودش خیلی پول داره، یه بار یه پولی رو میخواست بده، ما پدر بزرگش بهش هدیه داده بودم، به سعیده هدیه داده بود، نمیدونم چی گفته بود، این مال تو بود سپه. سعیدم اومد گفت زیبا من این پول رو میخوام به تو هدیه بدم. گفتم که خب این اسم سپهر هم آورده، برو از سپهر هم بپرس. میره از سپهر میپرسه، سپهر میگه نه من پولم رو میخوام، نمیخوام بدم. گفتم بهش بده. بچه هم تو گروه عاشق سپهر، آفرین استقلال، بارکلا، گفتی نه قبرت برم، آفرین چقدر تو چیزی خوبی. گفتم خیلی خوب، پول داری دیگه، پول داری. یه پفک هم چقدره؟ من نمیخوام برای پفک بخرم، من میتونم برای پرتغال بخرم، انبه بخرم، نمیدونم اون چیزایی که خودم دوست دارم بخرم. میخوای پفک بخری بفرما، برو بخر، پول داری برو بخر دیگه. نه مامان تو هم بیا. اتفاقا از من گفتم سعید تو نرو، تو مشارکت در خریدی نکن که دوست نداری. بشین بیرون 50 متری، بگو کیفتو داری میبری، ممکنه کیفتو بزنم، پول سرت کلا بذارم، بهت نفروشم، فلان اینا. برو اون مغازه، برو مخواهی بری پفک بخری برو بخر. من بچه هامو اینجوری بزرگ کردم، بچه فرزند خونده و بچه هایی که پیش من میمدن. یه بار یه مردی بچهش آورد پیش من 10 روز بعد پشیمون شد. بچه مثل کم 3 سالش بود. چند بار اینو تعریف کردم، بودم هر غلطی میخوای بکن بکن دیگه، من چیه بهت بگم؟ سرده نرو، گرمه نخور. بودم بابا پروفسور به اندازه کافی ما داریم، پدرتو، فامیلاتو، از هر ایرانی هم که یکیش یه پروفسور یکشم دکتره. گفتم که خوب بود، سب کنی تا داغی زدم داخترش کنم با این زنجبیل، خیلی خوب شد. حالا شما بگید، من که الان بچه ندارم، خب نذارید نه نذارم بچه هاتون بیان پیش من.
خیلی ها نمیذارم بچه هاشون بیان پیش من، چون میترسم بچه هاشون هم از را به درشن دیگه. چون اونا رو میخواییم مثل خودتون شستشوی مغزی بدیم. اینو چند تا بخور، اینو اونجوری نخور، اینو دست نزن، اینو فلان کن، اونجا نرو میفتی، اونجا نرو نمیدونم فلانه، دزد میاد میبرتت، آتیش میاد میسوزونتت، نمیدونم جهنم تو رو فلان میکنم. من تو کلاس پنجم ابتدایی هر روز خواب سگ و یهود و جهود و کرد و نمیدونم آتیش و اینا میدیدم. من نمیدونستم جهود چیه، فقط نمیدونستم یه چیزی باید بترسیم ازش. لولو خورخوره نمیدونستم چیه، فقط میدونستم باید ازش بترسیم. بچه هایم اینجوری بکنیم. هرچند که بچه ها الان دیگه گول خیلی چیزا رو نمیخورن، اما شستشوی مغزی سیستمش تغییر کرد. پالونه عوض شده. ما این مسئله تو اروپا هم میبینیم دیگه. من اگه بخوام بچه تربیت کنم تو اروپا، بچه رو از من میگیرن، سریع هم میگیرن و میگن گفرلیش گفرلیش گفرلیش. اوکی، ما میگیم گفرلیش گفرلیش گفرلیش. بفرما، این بچه مال شما، همه چی برای شما، ببرید تربیتشون کنیم ببینیم تا کی میتونید. سب کنیم ببینیم اینو یه ذره میخواییم بکشیم. مالک تو به کجایی آخه؟ خب مرسی. آها، جواب چند تا کامنت بدم. باشه باشه. زیبا میرین تخم مرغ بشکنین؟ بله، تخم مرغ شکستن کار فوزی هست. فوزیه میاد تخم مرغ رو میگیره، یه چیزایی میز خیلی باحاله. من انقدر دوست دارم این سینا رو ببینم، خیلی باحاله، یعنی میمیرم از خنده اونجا. یه سکه میذاره، نمیدونم یه سکه بالا میذاره، یه نمیدونم چی میذاره، اسمای مختلف رو میخونه، نمیدونم کیا مثلا اینو چشمش زدن. حسن پسن 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 چشن چشن این چه جوری بچم چی 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 بچم 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 چی 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 چی. کارایی که منم اگه یاد بگیرم کلی بساط تخم مرغ شکستم میذارم اینجا، میگم بیایید تخم مرغاتون هم بیارید، هر کدوم باید 100 یورو بدید تا من تخم مرغ براتون بشکم. بعدش میشکنه، چون عفت از طریق من با فوزی آشنا شده. بعدش فوزی هم گفت به خاطر تو میرم. گفتم بابا بیا بیاریم دیگه، انقدر حالا چیز نکن، یه برو براش دلش خوشه به این مسئله، یه ذره حال و هواش عوض میشه، تو رو میبینه فلان میبینه. اینا اینا بهانه است، من که میرم. ولی خب میرم، بهانه اصلی قضاییه که میخوام بپزن، اون بهانه اصلیه. کوین چرا رفت؟ کوین واقعا به دست خواهش بپرسید که میگه اصلا دیگه نمیخوام تو رو ببینم، تو نمیدونم مریضی نمیدونم چی 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 چی. همه رو فرستادم به کانال دیگه، همه رو بزنید، تکراری داره همینطور فحش میده. حالا چرا من نمیدونم، واقعا چی تو ذهنش میگذره نمیدونم. خب سکه بالای تخم مرغ باید دو انگشت وسطم، آره اینجوری میذاره خودشم. چی میکنه؟
افراد دوره، اسم دوره برای رو میاره، خودش هم نظر باشه میشکنه. یعنی نمیدونم دیگه چیه. من فقط اون برنامهش خیلی بامزه است، چند تا چند بارم عکساشو گذاشتم. خب برید از خود کوین بپرسید چرا رفت. به هر حال رفت دیگه، رفت خوش رفت دیگه، هر وقت اومد خوش اومد. ما کوین رو دوست داریم. زیبا اسپرسو میخوای. اسپرسو چیه؟ اسپرسو، اسپرسو نمیدونم چیه. راجع به چرا چی، چرا ترسیده دیگه از اون عروسک شیطانی، ترسیده از اون عروسک شیطانی. نمیدونم چی تو فکرش میگذره. اینو احتمالاتیه که میده، هی تکرار میکرده اون وسایلو ببر بده، ببر بده. این انرژی من، بابا من گفتم تو مثلا کمونیست بودی یا افکار کمونیستی داشتی، ولی چه حرفایی میزنی. به هر حال زد و از اینکه برون ریزی کرد خیلی خوبه. اگه پیجت بسته بشه چیکار میکنی؟ هیچ، مگه قبل از پیج چیکار میکردن؟ مگه چی؟ زندگی ادامه داره در هر حال. مثلا احمد که داشت میرفت همه گفتم وای احمد بره زیبا میمیره، گفتم باش. برای موقعی که احمد داشت میرفت ما خیلی هم مثلا نوازشش کردم، گفتم خیلی خوب اومدی، خیلی خوب. بعد از احمد هم زندگی ادامه داشت، بعدش بعد از پیج هم زندگی ادامه داره دیگه. تا موقعی که نفس میکشی زندگی ادامه داره، تازه نفس نکشیدی بازم زندگی ادامه داره، منتها توی شکل دیگه ای میره، توی شکل دیگه ای، یا یه موجود دیگه ای میشی، یه حیات دیگه ای پیدا میکنی، بازم زندگی ادامه داره. حالا فکر کنیم ما بیه مرثیه خونی بکنیم برای اینکه وای پیجم بسته شد، آی پیجم بسته شد، بسته میشه میشه دیگه چیکار کنه. میگیم تا موقعی من 7 ماه با خانواده آلمانی زندگی کردم، 3-4 ماه قرار بود برم زندگی کنم، ولی خب شد 7 ماه. بعد اون موقعی که داشتم خداحافظی میکردیم یه حرف خیلی جالبی رو فرانک زد. بر راجع به مفهوم شعر آخر کتابت بگو. کدوم شعر آخر کتابم؟ من جنده و فاحشه رو دوست دارم. کدوم کتابم؟ آخه کتابم خیلی، چند تا 10 تا کتاب دارم. کدوم رو میگی؟ کتاب عادتی. حالا بذارین حالا این داستان چیزو بگم. فرانک، جمله فرانک برگشت که زیبا 7 ماه با هم زندگی کردیم، تجربه خیلی خوبی بود، با هم دیگه لذت بردیم فلان اینا، یه تجربه خیلی خوبی بود دیگه. نه حالا میری دنبال مرحله دیگه، مسائلی که من حالا با پی. گفتم آره درسته، دیدم درست میگه دیگه. حالا من بیام بگم چرا الان با من نمیخوای ندامه بدی؟ 7 ماه، 3 ماه من مخواستم بیام، 3 الی 4 ماه مخواستم بیام، 7 ماه شما نگه داشتید با من ارتباطتون رو، من با شما زندگی کردم، حالا بیام بگم چرا بیشتر نمیخواین زندگی کنی؟ به این نگاه میکنم که شما 4 ماه 7 ماه کردید، ازتون ممنونم. برها کوین هم همینطور، هر کسی که اومد لحظات خوش رو برای من ایجاد کرد ازش ممنونم. وقتی به هر دلیلی هم خواد بره ما میگیم که خب داری میره خوش رفته دیگه، زندگی خوبی داشته باشید، پر تجربه. کاش بمیری؟ میمیرم، نگران نباش، میمیرم اصلا جایی نه، حتما میخواهم مرد، حکیم زمانی. اصلا کاش رو چیزا بگو، میدونم که میمیری و هر وقت مردی خوش مردی، اینجوری بگو. با فرانک ارتباط، فرانک چیه؟ با فرانک ارتباط داشتی؟ کدام فرانک؟ فرانکی که توی خوب ارتباط الان هم داریم دیگه، کلیپا رو خیلی هاشو اون دارم.
زیبا با بهنام قهر کردین؟ نه بابا، اتفاقا از بهنام بیشتر خوشم اومده. دیروزم این بادوما رو دیدید؟ این بادوما رو که داشتم میخواستم لایف بذارم دیروز، این بادوما خیلی طول کشید دیگه همین پوستاشو بکنم. بعد حدود یه ساعت و نیم من با بهنام حرف زدم. چقدرم حرفمون خوب بود. یه کانال یه گروه درست کرده از عکس ها و زندگی درمانی، فیلم ها با زیبا در این چند روزه. من از بهنام خیلی راضی بودم، از بودم امیدوارم باز بیاد. اتفاقا امروز با خودم فکر کردم، میگفتم که خوب خیلی خوب میشه هر دو سه ماه یه بار بیاد، سه با سه روز بمونه، تجربه خوبی میشه دیگه. خوبه، حالا که به ما نگفته اونور بیا، ما اینوری میگیم بیا، اینوری بیا. خوب بود، خیلی خوش گذشت به من باش. خوب بود با افتخار. ترنس ها واقعا هم جای افتخار دارن، انقدر که خوشگلن ترنس ها. هم جنس مردانه رو گیرو دارن، هم جنس زنانگی توشون هست، یعنی یه میکسی از دو جنس هست و خیلی قشنگه. و یه خدایی هم وجود داره در هند که میپرستنش، اینجوری شیوا، خدای شیوا، نصفش مرده نصفش زنه، سینه داره، نمیدونم حالا تو مجسمه نمیدونم کیرم داره یا نداره، ولی بالاخره همش قشنگه دیگه، یه پدیده قشنگی. بیا دکترا شروع کردم. ترنس ها بیمارن. ترنس ها چی؟ ترنس یه پدیده زیباست. چی میگی که ترنس ها زیبا؟ زیبا. تو هم ترنسی؟ خب خوبی. منم ترنسم اصلا، باور کنید. تو ما هممون، هم مرد هست، هم زن هست، هم بچه هست، هم پیر هست، همه موجودات هست. آره شیوا، خیلی باش. حالا بیا دکتر بعد از اینا ترانه آلمانه اینجور که میگه. بله، تو گروه اومدن چه شرایطی داره؟ پیجتون باید باز باشه و چیز باشید، چه اسمتونم نمیدونم، فقط نمیدونم چی عجق و عجق شیر به جای اسمتون نباشه، عکستونم واقعی باشه توی پروفایلتون، یه ویدیو مسیج چیزا. هممون در واقع هم مردیم، هم زنیم، هم حیوونیم، هم گیاهیم، هم آبیم، هم خاکیم، همه طبیعت در ما وجود داره. موهاتو کوتاه کن، اتفاقا تو ذهنم هست کوتاه کنم، چون اینا میاد اینجا یه ذره چیز زیادی اینجوری میکنه. لایو عروسک دیروز سیو نشده، شد دیگه، چرا دیگه، گذاشتیم تو کانالم هست. عروسک رو دادیم به چیز مرکز صلیب سرخ. چقدر تو عشقی به خدا، کاش خانواده های ما مثل تو فکر میکرد. حالا فکر خانوادت نباش، خودت یه مقدار فکراتو مثبت بکنی و اصلا نگرش تغییر کنه، خانوادت هم با تبعض میشن. چطور همیشه حالت خوبه؟ من حالم هم بد باشه بازم خوبه، اصلا بدی وجود نداره. شما الان فکر کن مثلا الان من نمیدونم یه سردردی گرفتم، دردم یه علامتیه دیگه، بادی لنگویجه، بدن داره یه حرفی میزنه، یه چیزی میگه، مثل یه بچه‌ای که داد میزنه. صدا منو نگاه کن، به من توجه کن، باید درکش کنی ببینی که چی داره میگه. چرا صلیب سرخ دادی؟ خب من اونجایی که میشناختم، مراکزی که الان مرکز خیریه که هستن، که سکند هند و اینو هستن، اینجا بیشترشون وابسته به صلیب، به کلیسا هستن، صلیب سرخ اینا. جای دیگه ای نداشتم. اگر جای دیگه ای هم معرفی میکنید، میشناسید، بگید، دفعه بعد ما بدیم به اونا. گفتم عکسش هم انداختم اون جایی که بردم دیگه، میخوایم بریم بخرین، بریم بگیرین، عکسش هست دیگه، سکند هند
توی آلتونام هست. تو گریه هم میکنی؟ بله گریه هم اتفاق اینقدر دوست دارم، گریه هم قشنگ. گریه کن گریه قشنگه، گریه ماله نمیدونم چی چیه، گریه ماله امروز چی میخوند، امروز پسرش میخوند چی میخوند، نمیگفت مگه میشه یه چیزی یادم رفت. گریه هم همونه. خیلی خوب. زیبا کبد چرب نیست؟ نه کبدم چرب نیست، نمیدونم حالا، شاید نمیدونم چی. حالا بچه ماه دیگه یه چکاپی داریم، بریم ببینیم که یه چکاپی بکنیم ببینیم چی مسئله میشه. خوب این کلاغ هم اومدن اونجا، خوش اومدید خوش اومدید. خوب خیلی بای بای میکنیم به شما. آها گریه مال دل تنگ، پس مال من نیستش، من دلم تنگ نمیشه که، من گریه که میکنم اینقدر خوشم میاد، اصلا سکسیه، گریه های من سکسی، خیلی قشنگه از خنده ها، مثلا خیلی قشنگه، دوست دارم این نیستی حالا بیای بگم نبایه قشنگه، عشق عشق نیستی در این حال قشنگ، خیلی قشنگه، خوشم میاد. دل تنگی من تنگی نداریم بابا. بای بای زیبا جواب منم بده، باشه دفعه دیگه.